ادامه محسمون داشتیم در خصوص سوگند قاتل دعوا صحبت میکردیم، گفتیم که مدعی میآید درخواست سوگند میکنه برای مدعیان له. حالا برای مدعیان له نسبت به درخواست سوگند از سوی مدعی سه حالت رو ما میتونیم تصور بکنیم. یک، گفتیم پذیرش اتیان سوگند. دوم، خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی. و سوم، نکول مدعیان له. پس سه حالت رو ما میتونیم تصور بکنیم. اول، پذیرش. پذیرش اتیان سوگند یعنی چی؟ یعنی در صورتی که مدعیان له نسبت به ادعای خودش قصد داشته باشه و بر نفی استحقاق مدعی سوگند یاد نماید، یعنی بگه نه این آقای مدعی هیچ حقی نداره، هیچ استحقاقی ندارد، این چی میشه؟ باعث میشه ادعای مدعی رد میشود. این پیشه پس پذیرش اتیان سوگند. دانش دادگاه چه حکمی میدهد؟ دادگاه حکم به بیحقی خواهان میدهد. حالا یک سوال پیش میاد که آقای دکتر شمس در خصوصش بهش پاسخ داده، این که آیا پس از اتیان سوگند، ببینید ما اتیان سوگند رو گفتیم، بعد مدعیان له اومد چیکار کرد؟ پذیرش اتیان سوگند. سوگند رو پذیرفت و نفی، در حقیقت چیکار کرد؟ اومد بر نفی استحقاق مدعی سوگند یاد کرد. خب گفتیم که ادعای مدعی رد میشه، دادگاه هم حکم به بیحقی خواهان میده. حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا پس از اتیان سوگند مدعی میتواند با ارائه دلیل ادعای خود را مجددا مطرح کند؟ خب ما حکم رو صادر کردیم و تمام شد. حالا دوباره آیا مدعی میتونه با ارائه دلیل، حالا یه دلیلی پیدا بکنه، با ارائه دلیل ادعای خودش رو مجددا طرح کنه؟ نظر مشهور فقهای امامی این است که درخواست سوگند از سوی مدعی و اتیان سوگند از سوی مدعیان له چون نوعی مصالحه است و عدول از آن ممکن نیست، بنابراین این ادعا از مدعی پذیرفته نمی شود. از نظر آقای دکتر شمس، اول آقای، از دیدگاه آقای عباس زراعت بگم، آقای زراعت معتقده که اصولا مدعی پس از اتیان سوگند حق اقامه مجدد رو داره. پس این نظر آقای زراعت. حالا میگم متاسفانه اینقدر نظرها زیاد هست، ما نظر آقای شمس رو داریم، نظر آقای مهاجری رو داریم، نظر آقای زراعت رو هم داریم. از نظر آقای دکتر شمس، نظر فقها رو قبول دارن، یعنی معتقدن بر این که چون نوعی مصالحه هست عدول از آن ممکن نیست، بنابراین این ادعا از مدعی پذیرفته نمیشه. نظر مخالف، نظر آقای عباس زراعتی که گفتیم، آقای عباس زراعت معتقده که اصولا مدعی پس از اتیان سوگند حق اقامه مجدد دعوا رو داره. بعد آقای دکتر شمس جای دیگه در خصوص اقرار صحبت کرده. ببینید اگر ما اقرار بکنیم بعد از سوگند، بعد از ادای سوگند، میخواد بگه که آقای دکتر شمس اقرار در هر حالی حتی بعد از ادای سوگند و اثبات شدن یا رد شدن ادعا تأثیر خودش رو خواهد داشت. یعنی چی؟ بعد از صدور حکم اگر اقراری صورت گرفته باشد، در صورت غیر قطعی بودن حکم محکوم له میتواند اقرار رو از اسباب تجدید نظر خواهی قرار دهد، ولی در صورت قطعی بودن حکم بایستی پذیرفت که اقرار بعد از صدور حکم تأثیری در حکم ساده ندارد. ببینید در خود، در خصوص اینکه آیا میتوان این ادعا رو، پاسخ به این سوال که آیا میتوان این ادعا رو دوباره مطرح کرد، گفتیم نظر مشهور فقهای امامی این هست که امکان پذیر نیست. آقای دکتر شمس هم معتقدن که در این خصوص امکان پذیر نیست، اما اگر اقرار بود، یعنی اقرار بعد از علای سوگند، یعنی ما سوگند خوردیم بعد میایم اقرار میکنیم، میخواد بگه که آقای دکتر شمس اینه که حتی اگر بعد از ادای سوگند هم باشه، این اقرار در اثبات شدن یا رد شدن ادعای ما تأثیر داره. بعد از صدور حکممون اگر اقراری صورت گرفته باشه، اگر حکممون غیر قطعی بوده باشه، ما گفتیم حکم قطعی و غیر قطعی که دیگه میدونید، اگر حکمی قطعی شده باشه
که ما هیچ کاریش دیگه نمیتونیم بکنیم، یعنی اقرار دیگه تأثیری ندارد. اما اگر حکم قطعی نشده باشه، خب بله، در مرحله تجدید نظر خواهی از لحاظ آقای دکتر شمس این اقرار میتونه از اسباب تجدید نظر خواهی در مرحله تجدید نظر باشه. ولی در صورتی که حکم قطعی شده باشه، اگر بعدها اقراری صورت بگیره، این اقرار بعد از صدور حکم تأثیری نخواهد داشت. پس پاسخ سوال اول این هست که هم از لحاظ مشهور فقهای امامیه، هم از لحاظ آقای دکتر شمس، پاسخ به این سوال که آیا پس از اتیان سوگند مدعی میتواند با ارائه دلیل ادعای خود را مجددا مطرح کند یا نه، ما گفتیم نظر مشهور فقهای امامیه است که درخواست سوگند از سوی مدعی به اتیان سوگند از سوی مدعیان علیه چون نوعی مصالحه است و عدول از آن ممکن نیست، بنابراین ادعا از مدعی پذیرفته نمیشه. حالا این که گفتیم با دلیل دیگه، حالا فرض کنید دلیلمون میشه اقرار، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشه اقرار. حالا از نظر دو تا شخص در خصوص اقرار گفته، اقرار یعنی دلیلی پیدا بکنه مدعی که این دلیلش باشه اقرار. حالا اگر اقراری صورت بپذیرد، میگیم جنبندیش این میشه، اگر حکم قطعی شده باشد و بعد اقرار باشد، نه تأثیر در حکم نداره. اما اگر حکم قطعی نشده باشد و اقرار صورت گرفته باشد، محکوم علیه میتونه اقرار رو از اسباب تجدید نظر خواهی قرار بدهد. پس حالا اگه مدعی ما که تا حالا دلیلی نداشت اومد درخواست سوگند داد، حالا بیاد دلیل خودش رو اقرار قرار بدهد، اینجا میگیم اگر حکم قطعی شده باشد، حکم قطعی از دادگاه صادر شده باشد، تأثیری اقرار نداره. اما اگر حکم قطعی صادر نشه، این اقرار میتونه از اسباب تجدید نظر خواهی باشد. خب این کل مبحثی که آقای دکتر شمس در این خصوص صحبت کرده، نظریات مختلفی اومده، هم از لحاظ آقای مهاجری، هم از لحاظ آقای عباس زاد، در حال از لحاظ شما نظر آقای دکتر شمس ملاک هست. حالا حالت دوم گفته خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی. پس ببینید، مدعی اومد درخواست سوگند داد، حالت اول این بود که صورت حالت اول این بود که پذیرش اتیان سوگند بود که گفتیم، حالت دوم خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی. یعنی چی؟ یعنی مدعیان علیه نمیاد سوگند رو بپذیره، میاد چیکار میکنه؟ سوگند رو به مدعی واگذار میکنه. حالا اگر مدعی ما اومد چیکار، مدعیان علیه ما اومد سوگند رو به مدعی واگذار کرد، حالا این سوگند رو باید مدعی بخوره. حالا اگر خواهان سوگند یاد کند، ادعای او ثابت میشه. چرا؟ چون خودداری کرده مدعیان علیه از ادای سوگند، گفت رد کرده به مدعی، یعنی مدعی سوگند یاد کنه. حالا اگر خواهان سوگند یاد کرد، ادعای او ثابت میشه. حالا اگر مدعی سوگند رو یاد نکرد، نکول کرد، دقیقا خودداری از ادای سوگند رو یادتون باشه بهش میگن نکول، خودداری از ادای سوگند رو نکول میگن. اگر نکول کرد چه اتفاقی میفته؟ ادعای او ساقط خواهد شد. پس ببینید، یک جایی مدعیان علیه رو سوگند میده، مدعیان علیه سوگند حاضر نمیشه سوگند بخوره، میگه مدعی سوگند بخوره. حالا اگه مدعی سوگند خورد، خب حق با اوست، پس ادعای او ثابت میشه. اگر سوگند حاضر به سوگند خوردن نشد، یعنی من اگه سوگند بخوره که یعنی من چنین حقی رو دارم، به خدا قسم میخوره که من چنین حقی رو دارم، اگه سوگند نخورد، حق او ثابت میشه. بنابراین اگر خواهان سوگند یاد نکند، دادگاه حکم به بیحقی او صادر میکند. حالا نکته ای که مهمه اینه که اگر مدعیان علیه ما گفتیم سوگند رو رد کنه به مدعی، آیا مدعی میتونه دوباره سوگند رو رد کنه به مدعیان علیه؟ میگیم خیر، دیگه نمیتونه رد بکنه. یعنی بنابراین مدعی نمیتونه در حقیقت ضمن خودداری از ادای سوگند آن رو دوباره به مدعیان علیه رد بکنه. این هم از این مورد. سومین موردش چی هست؟ نکول مدعیان علیه. نکول گفتیم یعنی چی؟ خودداری نمودن از ادای سوگند رو نکول میگن. ببینید، هرگاه مدعیان علیه از ادای سوگند خودداری بکنه، بعد نیادم دیگه چیکار بکنه، از اختیاری نیست که در رد سوگند به مدعی داره استفاده ننماید. ببینید، در بالا گفتیم خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی.
اینجا نکول میکنه در حقیقت مدعیان علیه، اما نمیادم چیکار بکنه از اختیاری که داره، نمیاد سوگند رو به مدعی رد بکنه. یعنی هم نکول میکنه هم نمیاد به مدعی رد بکنه که بگه بیا مدعی تو سوگند بخور. خب چه اتفاقی میفته؟ در چنین حالتی دادگاه سه بار میاد به مدعیان علیه اخطار میکنه که یا بیا سوگند بخور یا بیا اون رو به مدعیان علیه رد کن. حتما دقت بکنید، گفتم مدعیان علیه، مدعی. ببینید، پس سه بار دادگاه اخطار میده به مدعیان علیه، میگه آقا جون یا سوگند بخور یا باید سوگند رو رد کن به مدعی. من گفته بودم مدعیان علیه، عذرخواهی میکنم. پس یا سه بار اخطار میده که سوگند بخور یا اون رو به مدعی رد کن. در غیر این صورت چی میشه؟ ناکل شناخته میشه. یعنی اگر مدعیان علیه در پی هر یک از این اخطارها سوگند یاد کنه و آن را به مدعی رد ننماید، وقت تکلیف چه خواهد شد؟ یعنی اگر مدعیان علیه ما بر موضع خودش اصرار ورزد، اینجا میگیم ناکل شناخته میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ اخطارهایی که دادگاه داده، پاسخهایی هم که او داده در صورت مجلس درج میشه. در نتیجه اگر مدعیان علیه علارغم اخطارهای سگانه دادگاه بر موضع خودش اصرار بکنه، دادگاه میاد چیکار میکنه؟ دادگاه میاد ادای سوگند را به مدعی واگذار مینماید، که حالا یا مدعی در حقیقت سوگند میخوره، ادعاش ثابت میشه، یا اینکه او هم سوگند نمیخوره و ادعای او ساقط میشود. پس نکته مهمش اینه که اگر نکول کرد مدعیان علیه، سه بار دادگاه به او اخطار میده که یا بیا سوگند بخور یا به مدعی رد کن. اگر پافشاری کرد، حاضر نشد، دادگاه اینو در صورت جلسه عنوان میکنه، بعد مینویسه که اخطارها رو دادم بهش ولی او حاضر نشد که نه خودش سوگند بخوره نه مدعیان به مدعی رد بکنه. بنابراین چی؟ دادگاه اون موقع میاد اقدام به چیکار میکنه؟ ادای سوگند رو به مدعی واگذار مینماید، که با وقت اینجا مدعی ما اگر سوگند خورد که خب ادعای ثابت میشود، اگرم خودداری کرد از ادای سوگند که ادعای او ساقط میشود. و موضوع بعدی هم بگیم، عدم حضور در جلسه اتیان سوگند. حالا ما قرار اتیان سوگند رو صادر میکنیم، هرگاه شخصی که باید سوگند یاد بکنه در جلسه دادرسی حاضر نباشد، در این صورت دادگاه چیکار میکنه؟ تعیین وقت نموده و طرفین رو دعوت مینمد. پس اگر دادگاه قرار سوگند رو در صدور قرار اتیان سوگند رو صادر کرد، اون شخصی که باید سوگند یاد بکنه اگر در جلسه دادرسی حاضر نباشه، دادگاه میاد چیکار میکنه؟ تعیین وقت میکنه، طرفین رو دعوت میکنه برای اینکه مراسم سوگند رو برگزار بکنه. پس هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کنه در جلسه مزبور بدون عذر موجه حاضر نشود، میشه ناکل، یعنی نکول کرده. در صورتی که وی مدعیان علیه باشن، دادگاه میاد چیکار میکنه؟ دادگاه میاد سوگند را به مدعی رد میکنه. حالا اگر در حقیقت مدعی ما سوگند خورد که حکم صادر میشه، اگر نخورد که دعوا ساقط میشه. حالا فرق این مورد با مورد دیگه، مورد بالا که گفتیم که سه بار اخطار میده، اینه که در حقیقت مدعیان علیه ما در جلسه حاضره، هی دادگاه اخطار میده، سه بار به وی اخطار میده که آقا یا سوگند بخور یا بیا سوگند رو به مدعی رد کن. اینجا قانونگذار اومده چیکار کرده؟ اینجا قانونگذار گفته که خب اگر طرف در جلسه حاضر نبود، که خب تعیین وقت میکنیم، به طرفین رو دعوت میکنیم، بعد میاد چیکار میکنه؟ باید در جلسه حاضر بشه و سوگند بخوره. اگر شخص بدون عذر موجه حاضر نشد، قانونگذار گفته این شخص دیگه ناکله، چون ناکله نیازی به دادن اخطار بهش دیگه وجود نداره. دادگاه هم چی؟ جلسه رو تجدید نمی کنه.
چرا؟ چون قانونگذار عدم حضور در جلسه رو با توجه به دعوت به جلسه و قید علت اومده چیکار کرده؟ صریحا در حکم نکول قرار داده. بنابراین اگر شخص حاضر نشد یعنی نکول کرده، بنابراین دادگاه میاد چیکار میکنه؟ دادگاه میاد بلافاصله سوگند رو به مدعی رد میکنه. اگر مدعی قسم خورد که ادعا ثابت میشه، اگر مدعی قسم نخورد ادعا ساقط میشود. اینم پس از این مبحث.